سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با خودارضایی در مراحل مختلف زندگی با شما صحبت کنم. خودارضایی در مراحل مختلف سنی به دلایل مختلف صورت میگیره. گروه های سنی که به شکل های مختلف به این عمل مبادرت میورزن عبارتند از اول نوزادان. نوزادان به عنوان بخشی از کاوش عمومی در بدن خیش اقدام به خودارضایی میکنه. دسته دوم کودکان کم سن و سال. برای این دسته خودارضایی عموماً با تخیلات جنسی همراه نیست. کودکان کم سن و سال به بررسی نگرش والدین خود نسبت به خودارضایی می‌پردازند. چنانچه والدین در مقابل خودارضایی کودک واکنش ناخوشایندی نشون بده، کودک نسبت به احساسات و رفتارهای جنسی احساسی همراه با خجالت و شرمساری پیدا می‌کنه. دسته سوم نوجوانان هستند. خودارضایی در بین این گروه سنی چه در میان دختران و چه در میان پسران بسیار متداوله. بسیاری از نوجوانان نسبت به اندامهای در حال رشد و کامل شدن احساسات جنسی خیش نگران و نامطمئن هستند. گفته های متضاد و داده های غلط والدین و سایرین میتونه اضطراب و آشفتگی اونها رو افزایش بده. و دسته چهارم بالغین یا بزرگ سالان. برخی افراد گمان می‌کنند که خودارضایی تنها عملی مناسب برای افراد فاقد شریک جنسیه، ولی اکثر افراد حتی بعد از داشتن یک شریک جنسی دائمی هم همچنان به خودارضایی در طول بزرگسالی ادامه میدن. این ایده که بزرگسالی که خودارضایی می‌کنه باید منحرف و یا دارای نقص باشه کاملاً غلطه. خودارضایی یک بخش سالم از زندگی فرده، صرف نظر از اینکه فرد دارای شریک جنسی هست یا نه.